سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. و یه روز برفی اومدیم پیش زنبورا و من اصلا دلم نمیاد که باید درشون رو باز کنم، ولی یه لحظه میخوام درشون رو باز کنم یه تیکه کوچیک و ببینم که خمیر داره. یه چند تا نکته با هم دیگه بررسی بکنیم و ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. بریم ادامه ویدیو. خب برف اومد و جلوی کندوها کلن برفه و روی کندوها هم برفه. یعنی واقعا اصلا نمیشه در کندوها رو باز کرد. و این کندوی کفازمونه، و این کندوهای که به صورت سنتی هم میخواییم یه لحظه من درشون رو باز کنم که ببینم خمیرینا دارن یا نه، چون واقعا فکر گوشم به اینا زنبورا بود، ببینم که چی کار میکنم و زنبورها زندن یا مرده. نگاه میکنم میبینم جلوی کندوهام زنبور مرده، میبینم این زنبورای مرده است. اینجا زنبورای مرده دارم، خود باید ببینم که چجوریه. بعضی کندوها که میبینید اصلا هیچ کدومشون زنبور مرده ندارن جلوی کندوهاشون، باید بررسی بکنیم. بینید خیلی زیاده، خیلی زیاده، اونم زیاده. نگاه کنیم با هم دیگه بررسی کنیم. من سعی میکنم اونایی که جلوی آفتاب هستن رو باز کنم، اونایی که جلوی سایه هستن نه، بازشون نکنم. زنبورام نم نم دارن در میان بیرون. این زنبور رو میبینی؟ زنبور در اومد بیرون. یه لحظه من در کندوها رو باز کنم. هستن. خب این کندوی کفازمونه، میخوام بررسی بکنم. زیرش هیچی نداریم و کندوی کفازمون تو چه حالتیه؟ واقعا نمیشه باید بازش کنم. این ها نم نم دارن در میان بیرون، از خوشه بودن دارن در میان بیرون. اوکی. و جلوی کندو هم که دارم میبینم زنبور مرده ندیدم. واقعا یه نعمتیه که توی این هوای منفی 15 درجهی که تجربه کردیم توی قزوین خیلی خوبه. واقعا راضیم، خدا رو شکر. بریم اون کندویی که خیلی زنبور مرده داره رو یه نگاهی بکنیم. درش باز نمیشه. خداش خمیر داره. و من یه ویدیو نگه دارم، یه کارتکمو بیارم. کارتکمو پیدا نکردم. حالا به یه زوری زدم که بازشون بکنم. بس سنگینه. میبینید؟ پلاستیک هم گذاشتم، خیلی خوبه. یعنی مثلا زنبور میاد بالا، الان خمیر داره میخوره و کندو هم گرمه. حالا زمستونشون رو بگذارونم ببینه چجوریه. هفته بعد باید بیام خمیرشون عوض کنم. به نظر هم خدا شکر زنبور ها زندن. ویدیو رو خب دوستان همینجا من زیاد در کندو رو باز نمی کنم. بشین یه لحظه. خب خوشحالم که دای ویدیو رو میبینید، ممنونم. و دیدیم دو سه تا کندو رو باز کردم. ما توی قزوین تجربه منفی 15 درجه رو داشتیم، خیلی زیاده. یعنی تو منطقه‌ای که هستم
هم باد میاد هم که خیلی سرد. و بذار ویدیو رو برگردونم کلن دوروبرمون رو ببینیم. خب دارید میبینید، نگاه کنید کلن سر تا سر برف و چیزایی که هم باد داریم هم سرما. این هم که از این. و یه چند تا نکته هم بهتون بگم. ببینید دوستان، سعی کنید اگه برفی میاد، خب برفی که میاد روی، اگه کندو برف هست بذارید بمونه، روشو بر نگرد. اگه دوروبر کندو برف هست، اگه کندوتون سالمه ها، نه که کندوی که کلا درب داغون هست، این کارو نکنید. این کار یه درب داغون هست، یه جای سوراخی داره، گنداقش کنید به نظرم خیلی بهتره. ولی کندویی که ببینید سالمه، جای درزی نداره، سوراخی نداره، سعی کنید روی برفی که روش پوشیده شده رو ازش جدا نکنید. برف هم همچین چیزیه که میتونه عایق باشه. یه نکته ای بود و دیدی که سری پیش ویدیو که گرفته بودم خمیر رو گذاشتم. واقعا نگران بودم که زنبورهام از بین نرم، ولی خب خدا شکر تا الان منفی 15 درجه رو تجربه کردم، زنبورام سالمن و بازم خدا رو شکر که زنبورام زندن. چون واقعا ناراحت میشم یه کندویی از بین میره، تمام فکر گوشم اینه که چیکار کردم که اینا مردن، چیکار میتونستم بکنم که اینا زنده بمونن. و یه چند تا نکته دیگه هم که میخواستم بهتون بگم اینه که حتما کنده رو از بین ببرید. خیلی از بیشتر زنبورهایی که توی زمستون تلف میشن اینه که کنه دارن و کنه باعث میشه که تمام اون پروتئین هایی که توی زنبور هست، اون انرژی که روی زنبور هست کمتر بکنه. یه ویدیویی در مورد پروتئین زمستون گذرانی براتون میذارم، اولویت گذاشتم الان کندوه که استاندارد چی باشه، کفواز چی باشه، کندوهای هفت گوهر چجوری هن، کندوهای تسوجی چجوری هن و کندوهای سنتی که داریم اینا چجوری هن. اینا رو سعی میکنم دراتون ویدیو بگیرم، ولی تو کامیونیتی هم براتون میذارم که اگه هم ویدیوهای من رو ندیدید تو کامیونیتی هم برم ببینید که چه خصوصیتی دارن، اونو براتون میذارم. مثل که تا این لحظه ویدیو با هم بودید، خوشحالم که سرما رو گذروندیم و زنبورامون سالمن. امیدوارم که زنبورای شما هم سالم باشن. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.